سلام، شب و روزتون بخیر دوستان. رسیدیم به جلسه 13 از دوره جدید مکالمه زبان انگلیسی در 30 روز. در این ویدیو هم نکات بسیار مهمی رو قراره با هم دیگه یاد بگیریم، پس پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. به نام خدا، درسمون رو با موجودیت ها شروع میکنیم. دقت بکنید دوستان، در زبان انگلیسی اگه بخوایم چیزی رو بگیم وجود داره و هست، از there are و there is استفاده میکنیم، با این تفاوت که dear is رو برای مفرد استفاده میکنیم و dear are رو برای بیشتر از یه دونه. به طور مثال بگید یک کتاب روی میزه. چون یه دونه کتاب هست ما از dear is استفاده میکنیم. میشه dear is a book on the table. Dear is a book on the table. Dear is یعنی هست، a book یه دونه کتاب، on the table روی میز. بگید کتاب ها روی میز هستن، بیشتر از یه دونه کتابه. کتاب ها میشه there are books on the table. There are books on the table. در واقع there is یعنی هست، there are یعنی هستن. تا اینجا اگه واضحه، بریم مثال های بیشتر رو با هم دیگه کار بکنیم. بگید دوستان 4 تا دختر توی اتاق هست. 4 تا دختر توی اتاق هست. و قبل از این که من جمله انگلیسیش رو بیارم، چون 4 تا دختره یعنی بیشتر از یه دونه دختره، پس مسلماً ما there are رو استفاده میکنید. چطور میشه؟ There are 4 girls in the room. There are یعنی هستند. 4 girls 4 تا دختر in the room توی اتاق. به همین راحتی. 4 تا دختر توی اتاق هستند. There are 4 girls in the room. خب بگید دوستان 5 تا پسر در کلاس هستند. چون 5 تا پسره، بیشتر از یه دونه پسره، خب مسلماً ما there are رو در جمله داریم. به چه صورت؟ There are 5 boys in the class. There are یعنی هستند. 5 یعنی 5، boys یعنی پسر، 5 تا پسر. In the class توی کلاس. کلاس که خب میشه کلاس. There are 5 boys in the class یعنی 5 تا پسر توی کلاس هستند. بگید دوستان یه دونه گل قشنگ تو باغ هست. یک گل قشنگ توی باغ هست. چون یه دونه است، از there is استفاده میکنیم. به این صورت there is a nice flower in the garden. There is یعنی هست. A nice flower. Nice میشه صفت flower، صفت گل. دقیقا قبل از اسم باید قرار بگیره. Flower میشه گل. گل قشنگ میشه nice flower. In the garden یعنی توی باغچه. Garden یعنی باغ. There is a nice flower in the garden. یک گل قشنگ توی باغ هست. یه جمله دیگه با هم کار بکنیم. بگید در این خونه دو تا اتاق هست. چون بیشتر از یه دونه اتاق دو تا است، پس there are رو در جمله استفاده میکنیم. میشه there are two rooms in this house. There are two rooms in this house. House میشه خونه. This house این خونه. In this house در این خونه. Two rooms دو تا اتاق. There are هستن. There are two rooms in this house. تو این خونه دو تا اتاق هست. خب یه جمله دیگه با هم دیگه کار بکنیم. بگید دوستان در این اتاق یه دونه سگ بزرگه. در این اتاق یه سگ بزرگه. قبل از این که من جمله انگلیسیش رو بیارم شما بگید. خب میشه There is a big dog in this room. There is a big dog in this room. چون یه دونه سگه، there is استفاده میکنیم. سگ بزرگ، بزرگ میشه صفت این سگ. پس میشه big dog in this room یعنی در این اتاق. There is a big dog in this room. در این اتاق یه سگ بزرگ هست. خب دوستان، حالا اگه بخوایم همین موجودیت رو منفی بکنیم و بگیم موجود نیست و نیستند، میشه there is not. یک not رو بعد از این there is قرار میدیم. There is not که در حالت اختصار میشه there isn't و بگیم وجود ندارند و نیستن میشه there are not که در حالت اختصار بهش میگیم there aren't یعنی نیستند و نیست. There isn't, there aren't. خب با استفاده از این حال جمله میخوایم بسازیم. بگید معلم سر کلاس نیست. معلم سر کلاس نیست میشه There isn't teacher in the class. There isn't teacher in the class. چون یه دونه معلمه، از there is استفاده کردیم.
چون نیست جمله منفی not رو در جمله قرار میدیم، میشه dear is not، نیست، teacher معلم in the class سر کلاس. خب یه جمله دیگه کار بکنیم، بگید دانش آموزان سر کلاس نیستند. چون بیشتر از دانش آموزه گفتیم دانش آموزان، خب مسلماً دیر آر رو استفاده میکنیم. چون جمله منفیه باید نات رو هم در جمله داشته باشه. پس چطور میشه؟ دیر آر نات استودنتس این ده کلاس. دیر آر نات یعنی نیستند. استودنتس دانش آموزان این ده کلاس توی کلاس. خب بگید یه دونه کتاب زیر میز نیست. یک کتاب زیر میز نیست. بگید There is not a book under the desk. There is not a book under the desk. There is not یعنی نیست. A book یک کتاب. Under یعنی زیر. Desk میز. Under the desk زیر میز. در کل There is not a book under the desk یعنی یک کتاب زیر میز نیست. خب دوستان، حالا اگه بخوایم همین جمله ها رو به حالت سوالی بپرسیم و بگیم آیا هست یا آیا موجود هست، میشه is there. is رو در ابتدا قرار میدیم، بعدش there رو. is there یعنی آیا هست و به همین شکل. are there، are رو در ابتدا قرار میدیم، بعدش there رو. are there آیا هستند. is there آیا هست. are there آیا هستند. خب با استفاده از این حال میخوایم جمله بسازیم. بگید دوستان آیا یک کتاب زیر میز هست. آیا یک کتاب زیر میز هست. در رابطه با یه دونه کتاب صحبت میکنیم، پس is there رو میانیم. چون جمله سوالیه is رو در ابتدا بعدش there رو، میشه is there a book under table. is there a book under table. under میشه زیر، table یعنی میز، under table یعنی زیر میز. is there آیا هست a book یه کتاب under the table زیر میز. حالا در جواب میتونیم بگیم بله هست، میشه Yes, there is. یا هم بگیم No, there isn't. No, there isn't. نه نیست. خب یه مثال دیگه کار بکنیم. بگید دوستان آیا کتاب‌های زیادی در کتابخانه هستند؟ آیا کتاب‌های زیادی در کتابخانه هستند؟ میشه Are there many books in the library? Are there many books in the library? خب زمانی که درباره کتاب‌ها داریم صحبت می‌کنیم، بیشتر از یه دونه کتابه، خب قطعاً باید از are استفاده بکنیم. چون جمله سوالیه میپرسیم آیا هستن، میشه are there. are there many books یعنی کتاب‌های زیادی. many زیادی، books کتاب‌ها. many books کتاب‌های زیادی. in the library، library میشه کتابخونه. in the library یعنی توی کتابخونه. در کل are there many books in the library؟ آیا کتاب‌های زیادی توی کتابخونه هستند؟ حالا در جواب میتونیم بگیم بله هستن، میشه Yes, there are. یا هم میگیم نه نیستن، میشه No, there aren't. No, there aren't. خب بگید دوستان آیا یک رستوران خوب اینجا هست؟ آیا یک رستوران خوب اینجا هست؟ میشه Is there a good restaurant here? Is there a good restaurant here? رستوران که میشه همون رستوران. Here یعنی اینجا. Good restaurant یعنی رستوران خوب. Is there آیا هست a good restaurant یا رستوران خوب here اینجا؟ خب دوستان حالا میخوایم در رابطه با زندگی کردن صحبت بکنیم. زندگی کردن در زبان انگلیسی میشه live یعنی زندگی کردن. حالا با همین میخوایم جمله بسازیم. بگید دوستان آیا تو خونه زندگی میکنی یا آپارتمان؟ منظورش از خونه، خونه های ویلای شکله، یعنی خونه های ویلای شکل زندگی میکنی یا آپارتمان. چطور میپرسیم؟ میشه Do you live in a house or an apartment? Do you live in a house or an apartment? یعنی توی خونه زندگی میکنی یا آپارتمان؟ آپارتمان که میشه همون آپارتمان خودمون. House یعنی خونه. Do you live زندگی میکنی in a house توی خونه or an apartment توی آپارتمان. or یعنی یا. خب در جوابش میتونیم بگیم من توی آپارتمان زندگی میکنم، میشه I live in apartment. I live in apartment. apartment که همون آپارتمان خودمونه. I live میشه من زندگی میکنم. live زندگی کردن. I live من زندگی میکنم. in apartment توی آپارتمان.
خب دیگه دوستان، من دانشگاه آزاد درس میخونم. من دانشگاه آزاد درس میخونم میشه I study at Azad University. I study at Azad University. دقت بکنید دوستان، برای مکانهایی که مشخصه و اسمش رو میاریم باید از at استفاده بشه. At Azad University. University دانشگاه. آزاد یونیورسیتی یعنی دانشگاه آزاد. و همچنان دقت بکنید دوستان، هم اسم آزاد و هم یونیورسیتی رو با حرف uppercase یعنی حرف بزرگ گذاشتیم. خب I study من درس میخونم. Study یعنی درس خوندن. I study من درس میخونم. At Azad University. چون اسم دانشگاه رو آوردیم و دقیقا میدونیم کدوم دانشگاهه، از at استفاده میکنیم. I study at Azad University. من توی دانشگاه آزاد درس میخونم. خب بگید دوستان، من در رستوران یامی کار میکنم. من در رستوران یامی کار میکنم. چطور؟ I work at Yummy Restaurant. I work at Yummy Restaurant. چون اسم رستوران رو آوردیم و دقیقاً مشخصه که کدوم رستوران کار میکنیم، یامی اسم رستورانه، باید از at استفاده بشه. I work من کار میکنم at Yummy Restaurant. و همچنان دقت بکنید، هم اسم یامی و هم رستوران رو با حرف بزرگ شروع کردیم، هم R رو بزرگ نوشتیم و هم Y رو. من در رستوران یامی کار میکنم. I work at Yummy Restaurant. دیدید دوستان، من در خانه هستم. من در خانه هستم میشه I am at home. برای home هم از at استفاده میکنیم. I am at home. home میشه خونه. I am من هستم. home خونه. at home تو خونه. بگید دوستان، اون آقا در پلاک 25 خیابان ولیعصر زندگی میکنه. خب میشه He lives at 25 ولیعصر street. He lives at 25 ولیعصر street. هی برای اون آقا استفاده میشه، سوم شخص مفرد که اینجا نیست و مذکره. هی یعنی اون آقا. lives زندگی میکنه. at 25 ولیعصر street. در پلاک 25 خیابون ولیعصر. هم street هم ولیعصر رو با حرفای بزرگ نوشتیم، چون دقیقاً اشاره شده به پلاک 25 خیابون ولیعصر، ما از at استفاده میکنیم. He lives at 25 ولیعصر street. اون آقا در پلاک 25 خیابون ولیعصر زندگی میکنه. دیگه دوستان، اون خانم در خیابون شریعتی زندگی میکنه. دقت بکنید دوستان، در این جمله مشخص نشده کدوم پلاک، پس خیابون شریعتی رو چطور میگیم؟ She lives on Shariati Street. She lives on Shariati Street. شریعتی رو با حرف بزرگ مینویسیم، street رو هم با حرف بزرگ مینویسیم، ولی با این تفاوت که at رو نمیاریم، این بار دیگه on رو میاریم. خب she برای اون خانم استفاده میشه، سوم شخص مفرد که اینجا نیست و مؤنثه. She اون خانم lives زندگی میکنه on Shariati Street، تو خیابون شریعتی. خب بگید دوستان، آپارتمان من در طبقه سوم هست. آپارتمان من تو طبقه سوم میشه My apartment is on the third floor. My apartment is on the third floor. floor میشه طبقه. third floor یعنی طبقه سوم. on the third floor در طبقه سوم. My apartment آپارتمان من. مای رو برای تعلق دادن چیزی برای خودمون استفاده میکنیم. My apartment یعنی آپارتمان من. is هست on the third floor توی طبقه سوم. بگید دوستان، کدوم طبقه زندگی میکنی؟ کدوم طبقه زندگی میکنی؟ میشه Which floor do you live on? Which floor do you live on? Which floor یعنی کدوم طبقه؟ Which یعنی کدوم؟ floor یعنی طبقه. which floor کدوم طبقه. do you live آیا تو زندگی میکنی on which floor do you live on کدوم طبقه زندگی میکنی. حالا بگید آپارتمان من دو تا خواب داره. آپارتمان من دو تا خواب داره. چطور میشه my apartment has two bedrooms. my apartment has two bedrooms. apartment که میشه آپارتمان. my apartment یعنی آپارتمان من. has داره داشتن two دوتا bedrooms خواب.
two bedrooms دو تا خواب. My apartment has two bedrooms. آپارتمان من دو تا اتاق خواب داره. خب دوستان، در این قسمت مهمترین بخش‌های از خونه رو براتون آوردم، با هم دیگه کار می‌کنیم. اتاق خواب میشه bedroom، اتاق نشیمن living room یعنی همون حال خودمون، حموم bathroom، آشپزخونه kitchen، سرویس بهداشتی washroom، راپله stairs. خب حالا با استفاده از اینا میخوایم جمله بسازیم. بگید دوستان، آپارتمانت چند تا آشپزخونه داره میشه How many kitchens does your apartment have? دقت بکنید دوستان، How many یعنی چند تا، kitchens یعنی آشپزخونه. دقت بکنید که اس جمع رو انتهای این کلمه باید بذارید. Does your apartment have یعنی آپارتمانت چند تا آشپزخونه داره. این نکته رو در نظر داشته باشین دوستان، چون does رو در جمله آوردیم، برای آپارتمان دیگه have استفاده میکنیم. How many kitchens does your apartment have؟ آپارتمانت چند تا آشپزخونه داره. خب بپرسیم چقدر بزرگه، منظورش همون آپارتمانه. ببین چقدر بزرگه چطور میشه؟ How big is it؟ یعنی چقدر بزرگه. بگید نسبتاً بزرگه میشه It is pretty big. Pretty به معنی قشنگ، زیبا، ولی قبل از big که استفاده میکنیم به معنی نسبتاً. It is pretty big یعنی نسبتاً بزرگ. خب بپرسیم دوستان بالکن داره؟ چطور میگیم؟ Does it have a balcony? Balcony میشه بالکن. Does it have؟ آیا داره؟ بالکنی، بالکن. خب دوستان، به عنوان یه تمرین معنی این جمله رو شما توی کامنت ها برام بنویسید. بگید آپارتمان من دو تا بالکن داره. این رو حتما توی کامنت ها برام ترجمه بکنید بنویسید. خب بریم سراغ درسمون. بگید این خونه ماست دو تا طبقه داره. این خونه ماست دو تا طبقه داره میشه This is our house. It has two floors. دقت بکنید دوستان، house میشه خونه. Our house یعنی خونه ما. This is، این هست. Our house، خونه ما. قسمت دوم جمله، It has two floors. It برای خونه استفاده میشه. It has یعنی داره. Two floors، دو تا طبقه. Floors میشه طبقه. Two floors یعنی دو تا طبقه. وقتی بیشتر از یه دونه هست، اس جمع رو در انتهای کلمه میذاریم. Two floors، دو طبقه. خب بگید دوستان، در طبقه اول یک حال نشیمن داره. چطور میگیم؟ میشه On the first floor, there is a living room. On the first floor یعنی در طبقه اول. Floor میشه طبقه. First یعنی طبقه اول. On the first floor، در طبقه اول، there is، هست، a living room، یک حال نشیمن. living room میشه حال نشیمن. there is یعنی هست، چون یه دونه حاله، از there is استفاده میکنیم. there is، هست، a living room، یک اتاق نشیمن یا یک حال. on the first floor، در طبقه اول. خب بگید دوستان، در طبقه پایین اتاق خوابی وجود نداره. در طبقه پایین اتاق خوابی وجود نداره میشه There is not a bedroom downstairs. Bedroom میشه اتاق خواب، چون منفیه، وجود نداره، میشه there is not، وجود نداره، a bedroom، اتاق خواب، downstairs، طبقه پایین. downstairs میشه طبقه پایین. بگید دوستان، در طبقه بالا حموم وجود نداره. در طبقه بالا حموم وجود نداره، چون جمله منفی، خوب not رو در جمله قطعا ما میاریم. میگیم There is not a bathroom upstairs. upstairs میشه طبقه بالا. bathroom که خوب حموم میشه. there is not
یعنی نیست، باثروم همون، اپستورز طبقه بالا. There is not a bathroom upstairs، طبقه بالا همون وجود نداره. بگید دوستان در حیات هیچ درختی وجود نداره. توی حیات هیچ درختی وجود نداره. میشه؟ There is not any trees in the yard. There isn't any trees in the yard. Yard میشه حیات. In the yard یعنی توی حیات. Any trees، هیچ درختی. Any یعنی هیچ، trees درخت. Any trees، هیچ درختی. There is not، وجود نداره. Any trees، هیچ درختی. In the yard، توی حیات. خب بگید دوستان توی یخچال هیچ شیری وجود نداره. توی یخچال هیچ شیری وجود نداره. قبل از این که من جمله انگلیسیش رو بیارم شما بگید. خب There is not any milk in the fridge. There is not any milk in the fridge. Fridge میشه یخچال. In the fridge، توی یخچال. Any milk، هیچ شیری. There is not، وجود نداره. Any milk، هیچ شیری. In the fridge، توی یخچال. There is not any milk in the fridge، توی یخچال هیچ شیری وجود نداره. خب دوستان، در این قسمت یه ساختار کاربردی دیگه داریم. اگه بخوایم بپرسیم از یه چیزی چند تا وجود داره، چند تا از یه چیزی وجود داره میشه How many are there؟ How many are there؟ حالا با استفاده از این ساختار میخوایم جمله بسازیم. بگید دوستان چند تا کمد دیواری هست؟ چند تا کمد دیواری هست؟ از کمد دیواری چند تا هست؟ میگیم How many closet are there؟ How many closet are there؟ How many که میشه چند تا. Are there هست. آیا هست. چون are رو در ابتدا قرار دادیم، there رو بعدش، یعنی آیا هست. How many چند تا closet کمد دیواری are there هست. How many closet are there، چند تا کمد دیواری. ببینید دوستان طبقه بالا چند تا اتاق خواب هست. طبقه بالا چند تا اتاق خواب هست میشه How many bedrooms are there upstairs. How many bedrooms are there upstairs. How many که میشه چند تا. Bedrooms میشه اتاق خواب. Are there هست، آیا هست. Upstairs میشه طبقه بالا، روی هم رفته. اینا میشه How many bedrooms are there upstairs، یعنی طبقه بالا چند تا اتاق خواب داریم. خب بگید دوستان تو کلاس چند تا دانش آموز هست. توی کلاس چند تا دانش آموز هست میشه How many students are there in the class. How many students are there in the class. In the class که خب به معنی توی کلاس. Are there، آیا هست. How many چند تا. Students دانش آموز. How many students چند تا دانش آموز are there هستند. In the class توی کلاس. خب بگید چند تا ماشین هست. چند تا ماشین هست بگید میشه How many cars are there. How many cars are there. How many یعنی چند تا. Cars یعنی ماشین. Are there هست. How many cars are there چند تا ماشین هست. خب بگید دوستان چهار تا هست. چطور میگیم؟ There are four. There are four. چون بیشتر از یه دونه هست. Four چهار تاست. از are استفاده میکنیم. میگیم there are یعنی هست. Four چهار تا. خب یه مرور کلی داشته باشیم دوستان این جلسه با هم دیگه. چیا رو کار کردیم؟ موجودیت ها رو کار کردیم. اگه می‌خواستیم بگیم چیزی هست یا هستند از there is و there are استفاده می‌کردیم. اگه همین جمله ها رو می‌خواستیم منفی بکنیم و بگیم وجود نداره و وجود ندارند، نیستند و نیست، میشه there is not، there are not. یک not رو بعد از is و are قرار می‌دادیم. و به همین شکل اگه میخواستیم به حالت سوالی تبدیلش بکنیم، آر رو در ابتدا قرار میدادیم یا از رو در ابتدا قرار میدادیم و دیر رو بعدش. آیا وجود داره یا آیا وجود دارن، آیا هست، آیا هستن، میشد از دیر، آر دیر. و به همین شکل چند تا قسمت های از خونه رو با هم دیگه کار کردیم. مثلا بدروم میشد اتاق خواب، لیوینگ روم یعنی همون حال خودمون، باثروم یعنی حموم، واشروم یعنی سرویس بهداشتی. و کار کردیم که بپرسیم چند تا از یه چیزی موجود هست و
و این ساختار رو با هم دیگه کار کردیم که به صورت how many استفاده میشد. How many are there. How many are there یعنی چند تا یه چیزی وجود داره. خب دوستان، این بود جلسه 13 هم. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.